درود بر شما یاران و همراهان کانال خبری کیوسک، به این بسته خبری خوش آمدید. امروز برای اولین بار در رسانه‌های فارسی زبان ویدیویی از داد و فریاد یک بسیجی بر سر خامنه‌ای در دیدار هفته گذشته او با دانشجویان ارزشی منتشر خواهیم کرد. سرخط اخبار امشب: انتشار ویدیوی داد زدن یک بسیجی بر سر خامنه‌ای در بیت رهبری. رهبر نظام شوکه شد و به لکنت زبان افتاد. کولاک مردم زاهدان بعد از یک ماه سکوت. انقلاب ملی ایران در سال جدید نظام را وحشت زده خواهد کرد. دعوت میکنم در ادامه بیننده مشروع این اخبار باشید. در این لحظات تاریخی بگذارید همه با هم به ایران فکر کنیم. انتشار ویدیوی داد زدن یک بسیجی بر سر خامنه ای در بیت رهبری. رهبری نظام شوکه شد و به لکنت زبان افتاد. شب گذشته ویدیوی فوق‌العاده جنجالی از دیدار هفته گذشته رهبر نظام آخوندی و دانشجویان بسیجی منتشر شد. رسانه خبری کیوسک این ویدیو رو به صورت اختصاصی و برای اولین بار منتشر میکنه. دوره مملکت سخت، واقعا سخته. یعنی اینجوری نیستش که هم دیگه اگر حالا همینطور با هم دیگه بخوایم دهن به دهن بکنیم که بیش نمیره کارا. وقت تمام شد و حرفها خیلی زیاده. شما رو دوست داریم، براتون دعا میکنیم، آینده شما رو انشالله. نشنفتن و سلام علیکم. گویا خامنه ای که از این رفتار حسابی شوکه شده بود به تیم حفاظت ولی امر دستور داده که با دانشجوی معترض برخورد قاطع بشه، زیرا این اتفاق تاریخی برای اولین بار در بیت او رقم می‌خورد. دیکتاتور نظام که همیشه عادت داشت در قبل و بعد از سخنرانی‌های خود مورد ستایش و تعظیم قشر ارزشی قرار بگیرد، حال در صف اول مهمانان که با وجود رد شدن از چند فیلتر انتخاب می‌شوند، با چنین اعتراض و فریادی روبرو می‌شود. آری، سقوط کاخ پوشالی دیکتاتوری خامنه‌ای به مویی بند است و ریزش‌های یک سال اخیر گواه این امر است که حتی خودی‌های نظام و یاران وفادار علی خامنه‌ای نیز دریافتند که راهی به جز سقوط در انتظار نظام سرتاپا فاسد جمهوری اسلامی نیست. همچنین در ادامه حملات به رهبر نظام، انجمن اسلامی مدرسین دانشگاه‌ها در بیانیه‌ای بی‌سابقه از علی خامنه‌ای خواستند که از مردم به خاطر صحبت‌های هفته پیشش عذرخواهی کند. انجمن اسلامی مدرسین دانشگاه ها در بیانیه ضمن نقد اظهارات اخیر رهبر جمهوری اسلامی درباره همه پرسی از او خواست تا گفته هایش را تصحیح و مقدمات برگزاری همه پرسی را در کشور فراهم کند. در بیانیه انجمن اسلامی مدرسین دانشگاه ها که روز جمعه 1 اردیبهشت منتشر شده آمده است: این سخن که مگر مسائل گوناگون کشور قابل رفراندوم است، آشکارا با اصول مختلف راجع به جمهوریت مغایرت دارد و در افکار عمومی دنیا به عنوان فرار حاکمیت از مطالبات و خواسته های مردم تلقی می شود. علی خامنه ای روز 29 فروردین در واکنش به درخواست های مکرر چهره‌های سیاسی و منتقدان جمهوری اسلامی به ویژه در داخل ایران برای انجام همه پرسی در مسائل کلان کشور گفت: کجای دنیا این کار را می کنند؟ مگر همه مردم که باید در رفراندوم شرکت کنند امکان تحلیل آن مسئله را دارند؟ این چه حرفی است؟ این اظهارات واکنش‌های گسترده‌ای را از سوی فعالان سیاسی و مدنی همچنین کاربران شبکه‌های اجتماعی در پی داشت. انجمن اسلامی مدرسین دانشگاه‌ها در ادامه بیانیه خود به بخش دیگری از سخنرانی اخیر رهبر جمهوری اسلامی اشاره
و اظهارات او درباره قدرت تحلیل شهروندان را قضاوتی ناصحیح در مورد مردم ایران متشکل از میلیون ها دانش آموخته دانشگاهی عنوان کرده و افسوده که اگر چنین باشد مردم میپرسند اگر ما امکان تحلیل برای شرکت در همه پرسی را نداریم چگونه برای شرکت در انتخابات غیر رقابتی و حضور در راهپیمایی ها و تایید قطعنامه هایی که نقشی در نوشتن آن نداریم امکان تحلیل داریم. رهبر جمهوری اسلامی در ادامه سخنرانی اخیر خود درباره ضرورت برگزاری رفراندوم در فلسطین برای تعیین سرنوشت نیز سخن گفت که در واکنش ها از نظر دور نماند و از رهبر جمهوری اسلامی سوال شد که چطور مردم فلسطین قدرت تحلیل دارند و مردم ایران فاقد تحلیل هستند. در بیانیه انجمن اسلامی مدرسین دانشگاه‌ها نیز از پیشنهاد رسمی دولت جمهوری اسلامی ایران برای برگزاری رفراندوم در فلسطین با عنوان دوگانگی نام برده شده است. در این بیانیه ضمن تاکید بر لزوم تصحیح سخنان اخیر علی خامنه‌ای گفته شده است که پس از 34 سال از بازنگری قانون اساسی در سال 68 که منجر به تمرکز بیشتر قدرت گردید، بازنگری ساختاری در قانون اساسی از طریق مجمع بازنگری منتخب ملت و مراجعه به آرای عمومی باید به انجام برسد. کولاک مردم زاهدان بعد از یک ماه سکوت، انقلاب ملی ایران در سال جدید نظام را وحشت زده خواهد کرد. مردم زاهدان پس از 4 هفته راهپیمایی سکوت روز 1 اردیبهشت و در 29 جمعه خشم و اعتراض خود به خیابانها آمدند و علیه جمهوری اسلامی شعار دادند. آنان در شعارهایشان از جمله خواستار آزادی زندانیان سیاسی شدند. مردم زاهدان در راهپیمایی اعتراضی روز اول اردیبهشت ماه خود به روال جمعه های قبل از ماه رمضان که به جمعه های اعتراض معروف شده به خیابان آمدند. این تظاهرات خیابانی گسترده در حالی همزمان با عید فطر انجام شد که دفتر علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی شامگاه 31 فروردین روز جمعه اول اردیبهشت را آخرین روز ماه مبارک رمضان اعلام کرد و گفت هلال ماه شوال رؤیت نشده است. موضوعی که عبدالحمید اسماعیل زهی امام جمعه اهل سنت زاهدان در نماز عید فطر امروز به آن اشاره کرد و گفت اعلام عید فطر یک مسئله مذهبی و شرعی است نه سیاسی. او تاکید کرد شماری از مردم و معتمدان در استان سیستان و بلوچستان هلال ماه را دیدند. علاوه بر نماز عید فطر در بامداد 1 اردیبهشت نماز جمعه هم امروز در زاهدان برگزار شد و پس از آن مردم معترض به روال حدود 7 ماه اخیر به خیابان‌ها آمدند. این معترضان با سر دادن شعارهایی علیه علی خامنه‌ای خواستار آزادی زندانیان سیاسی شدند. مردم زاهدان پس از نماز عید فطر هم شعارهایی چون خامنه ای حیا کن مملکت رو رها کن سر دادند. این همه سال جنایت مرگ بر این ولایت از دیگر شعارهای مردم زاهدان در تظاهرات دیروزشان بود. معترضان زاهدانی در راهپیمایی امروز به روال سابق شعارهایی چون مرگ بر بسیجی، مرگ بر سپاهی و بسیجی جیرخور آخرش خوب بخور سر دادند. مرگ بر دیکتاتور یکی از شعارهای اصلی معترضان در سراسر ایران است که در زاهدان نیز از سوی تجمع کنندگان فریاد زده شد. این معترضان همچنین در راهپیمایی خود شعار دادند میکشم میکشم آن که برادرم کشت. Thank you.
روز 25 فروردین آخرین راهپیمایی سکوت مردم زاهدان پس از نماز جمعه این شهر بود که شهروندان بدون سر دادن شعار و تنها با در دست داشتن پلاکاردهای اعتراضی مخالفت خود را با جمهوری اسلامی نشان دادند. آنها همچنین پلاکاردی را حین برگزاری نماز جمعه در مصلا و در اعتراض خیابانی خود که با روز قدس همزمان بود نمایش دادند که روی آن نوشته شده بود مسجد مکی مسجد الاقصای ایران. در جمعه خونین هیچ صهیونیستی اینجا نبود. در پلاکاردی دیگر معترضان خطاب به جمهوری اسلامی هشدار دادند سکوت ما سکوت بردگی نیست، مردم ما مثل آتش زیر خاکستر هستند. تجمع کنندگان همچنین خواستار آزادی زندانیان سیاسی شده و از جنایت، جهالت، شرارت، خسارت و خیانت جمهوری اسلامی و سرکوب، زندان، شکنجه و اعدام اعلام انزجار کردند. همچنین مولوی عبدالحمید امام جمعه اهل سنت زاهدان روز جمعه 1 اردیبهشت در نماز عید فطر این شهر گفت که اعتراضات حق مردم است و باید به خواسته های مردم تن داد. در یک فایل صوتی که کانال تلگرامی مولوی عبدالحمید اسماعیل زهی معروف به مولوی عبدالحمید منتشر کرده به نقل از او آمده است که خواست مردم آزادی زندانیان سیاسی است و در نهایت باید به خواسته اکثریت قاطع ملت ایران توجه شود. او با اشاره به سرکوب معترضان در جمعه خونین زاهدان در مهر ماه گذشته گفت مردم زاهدان خواهان اجرای عدالت و مجازات عاملان و آمران شلیک به مردم هستند. ما از حق مردم نمی گذاریم. او گفت اینطور نیست که حالا مردم خاموش هستند، یعنی ملت راضی است. ملت خیلی نارضایتی، رنج و پریشانی گسترده دارد. باید با این ملت کنار آمد. باید با این ملت نشست و صحبت کرد و رضایت این مردم گرفته شود و به هر راهی که این مردم راضی هستند مشکلات و مسائل باید حل شوند. عاملان هستند مجازات بشن، بلکه کسانی که نر فرمان داد و دستور دادن باید به مجازات خودشون برسند. ما از جلوتر تکرار کردیم که از حق یک سر موی هم نمی گذاریم و انتظار نداشتری تعلق بگیره، بلکه همون چیزی که حقه، همون چیزی که عدالته، واقعا عدالت اجرا بشه. و اگر عدالت اجرا بشه هم خدا میبینه، هم مؤمنین میبینن و هم دل مردم تسلی میشه. و ما معتقدیم که همه ملت مردم ایران که در اعتراضات کشته شدن مسلح نبودن و اعتراض کردند و برای اعتراض اینه کشته شدن، این ارز کنم که کشتن این مردم نه از لحاظ شریعت اسلام صحیحه، هم اینها شریعت اسلام اینها قبول نداره و هم از لحاظ قوانین بین المللی و حتی قانون خود ایران کشتن معترض جایز نیست. و لحاظه باید مسئولان امر شایسته هست که برای دلجویی همه مردم ایران که عزیزانشون را از دست دادن در... مولوی عبدالحمید در پایان بر لزوم ایجاد تغییرات بزرگ در کشور تاکید کرد و گفت که با تغییرات جزئی رضایت مردم تأمین نمی شود. به گفته او بهبود روابط با همسایگان خوب است، اما نمیتواند مشکلات کشور را حل کند و باید با همه دنیا رابطه حسنه داشته باشیم. همچنین تا در داخل تغییرات قابل توجه صورت نگیرد مشکلات مردم حل نمی شود. همراهان عزیز، به پایان این بسته خبری از کانال خبری کیوسک رسیدیم. از شما دوستان عزیز دعوت می‌کنیم در بخش کامنت‌های این ویدیو نظرات و دیدگاهتون نسبت به ویدیوی فریاد یک بسیجی بر سر خامنه‌ای رو با ما به اشتراک بگذارید.